سرخط خبرها. تصرف یک چوله امنیتی در بلقیس و کشته شدن 15 نیروی ارتش در این ولایت. سفر حمدالله محب برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک. و آغاز سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عراق. سلام و وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 20 ماه حوت سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. من توریالای تابش هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان با تصرف یک توله در بادغیس 15 نیروی ارتش را کشتند و 20 تن دیگرشان را اسیر گرفتند. عبدالعزیز بک رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که طالبان حوالی ساعت 1 بامداد امروز از چند بخش بر پایگاه توله در منطقه لودین و لسپولی بالامرغاب حمله کردند. به گفته آقای بگ این درگیری که حدود 5 ساعت به درازا کشید، طالبان با تصرف این توله 15 نیروی امنیتی را کشتند و 20 تن دیگر را اسیر گرفتند، اما مقام های امنیتی در این ولایت این آمار را تایید نمی کنند. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که در جریان یک هفته این نیروها بارها از حکومت و نهادهای امنیتی در حوزه غرب کمک خواسته بودند، اما کس به داد آنان نرسیده است. رئیس شورای ولایتی بادغیس حکومت مرکزی را برای تأمین امنیت بالامرغاب به بیتوجهی متهم میسازد و میگوید که طالبان از یک هفته بدین سو در این ولسوالی گرد هم آمده بودند و هر شب بر پایگاه‌های ارتش حمله میکردند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس حمله طالبان بر پایگاه نیروهای ارتش را تایید می کند، اما می گوید که در این رویداد 4 نیروی ارتش کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. آقای شهابی اسیر شدن 20 نیروی ارتش را رد می کند و می گوید که در این حمله 10 مخالف مصالح دولت نیز کشته شدند. سخنگوی والی بادغیس اوضاع امنیتی در ولسوالی بالامرغاب را نگران کننده می خواند و می گوید که به علت نامناسب بودن هوا نتوانستند که نیروهای کمکی به این ولسوالی بفرستند. حمدالله محب برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است و در این نشست وضعیت افغانستان بررسی می شود. طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی می گوید که آقای محب در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد و با شماری از نمایندگان کشورهای دیگر نیز در مورد مسائل افغانستان دیدار و بحث می کند. آقای یاریان افزود که نشست شورای امنیت از سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار می شود و در آن وضعیت کشور به صورت کلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گفته وی پروسه صلح نیز از جمله آجندای مورد بحث این نشست خواهد بود. این نشست در مورد گزارش آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شده است. با توجه به تلاش های جاری صلح در کشور انتظار می رود که یکی از های مهم این نشست چگونگی پیش برده گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشد. این در حالی است که پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش بس فوری در کشور شده بود و از طرف های دخیل در جنگ افغانستان خواسته بود که بدرنگ گفتگوهای صلح را آغاز کنند. وزارت داخله آمران 11 حوزه امنیتی شهر کابل را تغییر داد. وزارت داخله کشور اعلام کرده است که وضعیت امنیتی شهر کابل قابل قبول نبوده است و به همین دلیل آمران 11 حوزه امنیتی را تغییر داده است. خوشحال سادات معین ارشاد امنیتی وزارت داخله در یک پیام توییتی گفته است که آمران حوزه های امنیتی شهر کابل در انجام کارهایشان موفق نبودند.
آقای صداد نوشته است من تصمیم گرفتم که 11 نفر از آمران حوزه های امنیتی کابل را تغییر بدهم و به جای آنها افراد جدید را تعیین کنم. او در ادامه نوشته است در صورتی که افراد جدید نیز نتوانند در ظرف 90 روز وضعیت امنیتی شهر کابل را تغییر بدهند آنان نیز برکنار خواهند شد. معاونی ارشد امور امنیتی شهر کابل در حالی از اوضاع امنیتی شهر کابل ابراز نارضایتی کرده است که مراسم گرامی داشت از 24مین سال روز ترور عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی افغانستان مورد حمله راکتی قرار گرفت. یک روز پس از آن نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله گفته بود که در این حمله 11 نفر کشته و 95 نفر دیگر زخمی شدند. بسیار سپاس از شما بینندگان عزیز و همکاران تکنیکی در رسیدی خبر. این بود مجموعه از داشته‌های خبری. من شب شما خوش. خداوند نگهدار.